درود به شما بینندگان عزیز کانال جدید. حمید اخشناس هستم به همراه همکارم در اتاق فرمان. برنامه نگاه روز را به شما تقدیم میکنیم. بیانیه مشترک جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی، دو فعال سرشناس زندانی، با استقبال وسیعی روبرو شده. از جانب نهادها، فعالین جنبش‌های اعتراضی و 6 تشکل و نهاد کارگری، جمع‌های از کارگران کارخانه‌ها و مراکز تولید مختلف، جمع‌های از پرستاران، بخش‌های از کانون صنفی معلمان و تعداد از زندانیان سیاسی و عادی از این بیانیه حمایت کردند. آخرین رویداد در این زمینه انتشار بیانیه 357 نفر از معلمان ایران است که این بیانیه مبنی بر حمایت از جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی و حمایت از معلمان زندانی در روزهای 13 و 14 اردیبهشت دست به اعتصاب قضا خواهند زد. در همین رابطه با حمید تقوایی گفتگویی داریم که توجه شما را به این گفتگو جلب می کنم. حمید تقوایی، به برنامه نگاه روز خوش آمدید. خیلی متشکرم. حمید تقوایی، نظر شما در رابطه با اعتصاب قضای 357 معلم در حمایت از معلمان زندانی چی است؟ خب حمایت از معلمان زندانی کار بسیار بجا و لازمیه که این دوستان دست به اون زدن و از این نظر به نظر من کاملا قابل حمایت این اقدامشون. ولی مسئله اینه که اعلام اعتصاب قضا کردن و ما این رو درست نمیدونیم، تایید نمیکنیم. درسته که کارگران زندانی از جمله جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی و همینطور بهشتی لنگرودی، یکی از دیگر از فعالین رهبران جنبش معلمان، اینها هم اعتصاب کردن، ولی اونها در شرایطی در زندان دست به اعتصاب زدن برای اینکه صدای خودشون رو به گوش بقیه برسونن و اون رو هم ما گفتیم بسیار یک نوع خودآزاریه و قابل تایید نیست و باید کاری کنیم، فعالیتی کنیم که هر چه زودتر به این اعتصاب خاتمه بدن. در حال اگر هم در شرایط زندان اعتصاب بالاخره به نحوی قابل درک باشه تحت فشارهایی که زندانیان هستن، در خارج زندان به عنوان یک شکل مبارزه به هیچ وجه قابل تایید نیست. از این نقطه نظر میخوام بگم در عین اینکه حمایت اونها از معلمان زندانی کاملا قابل ارجه، قابل حمایت و بسیار قدم درستی، اقدام درستی است، قدمی به جلو هست در دفاع از جنبش معلمان، در دفاع از زندانیان سیاسی. در این حال اعتصاب قضا به نظر من راه درستی برای اعتراض نیست. میتونستن این اطلاعیه رو بدن، حمایت فعال کنن، همچنین بقیه معلمان رو به حمایت فعال فرا بخونن و اشکال دیگه ای که میشه مثلا تحزن، تجمع و غیره برای ادامه این حرکت. در حال خلاصه بحث من این است که ما در اینی که از این اقدامشون مبنی بر حمایت از معلمین زندانی کاملا دفاع میکنیم، شکل مشخص اعتصاب قضا رو درست نمیدونیم. این اقدام این تعداد معلمان برای اعتصاب قضا چه رابطه‌ای داره در رابطه با بیانیه جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی که اینا هم در اعتصاب قضا هستن؟ چه رابطه‌ای بین این دوتا میبینید؟ بله، اونها بیانیه دادن از مدتی قبل و اعتصاب قضاشون از 10 اردیبهشت شروع کردن و اون بیانیه بسیار جامع و به نظر من رادیکالی هست در جنبش کارگری و در جنبش معلمان. یک اهمیت اون بیانیه این هست که به اصطلاح نفس این اقدام، اینکه دو کارگر، دو رهبر شناخته شده از جنبش معلمان و جنبش کارگری در کنار هم میستن، ظاهر میشن، وزیر یک بیانیه رو اعلام میکنه، امضا میکنن، این خودش یک قدم مهمی است در راه نزدیکتر کردن این جنبش ها به هم و اتحاد وسیعتری در میان جنبش کارگری، در میان جنبش معلمان، و از این نظر این اقدام بسیار اقدام پیشرو و قابل حمایتی هست، به اضافه خواستها و نکاتی که در بیانیه منتشر کردن. منتها حرکتی که این اخیراً این تعداد معلمان 357 معلم دست به اون زدن و توماری امضا کردن، تمام و کمال
از بیانیه اسمی نبرده و از بیانیه دفاع نمیکنه، بلکه از اعتصاب قضای عبدی و بهشتی که دو فعال جنبش و معلمان هستند دفاع میکنه. به نظر من یه اشکالش این است که مسئله رو بس نمیده به دفاع از فعالین جنبش کارگری هم، و به این اعتبار حتی دفاع از کل زندانیان سیاسی همچین چیزی دو بحثشون نیست، فقط به معلمان اشاره میکنن و اعلام میکنن که از بهشتی و عبدی به خاطر اینکه دو چهره جنبش معلمان هستن دفاع میکنن، اسمی از عظیم‌زاده نمیارن و اسمی از کلن کارگران فعالین کارگر زندانی کل زندانیان سیاسی، در حالی که تو اطلاعیه عبدی و عظیم‌زاده به این مسئله اشاره میشه، به این اشاره میشه که ما از مثلا این نمادی از اتحاد و همبستگی کارگران و معلمان هست و همچنین ما دفاع میکنیم از آزادی کل زندانیان سیاسی. متاسفانه اینها در توماری که این 357 نفر امضا کردن ذکر نشده، این هم یک نقطه ضعفش است. ولی در هر حال در جوی در شرایط این داده میشه که به نظر من نقطه شروعش رو استارتش رو به اصطلاح همون بیانیه عظیم‌زاده و عبدی زد و شروع کرد و این شرط رو به وجود آورد که الان بخش‌های مختلف معلمان کارگران فعال شدن، به میدون اومدن، اعتراض میکنن. بذار بدید یک نکته هم اینجا بگم. یه خواست مهمی که در بیانیه عبدی و عظیم‌زاده بود و در تومار این 357 نفرم خوشبختانه میبینیم، این مقابله با این اتهام و پرونده سازی به بهانه اقدام علیه امنیت ملی که اینها که عظیم‌زاده و عبدی رو اعلام کردن، گفتن این اتهام باید پاک بشه از پرونده فعالین جنبش معلمان و کارگران و کلا زندانیان سیاسی، و الان در بیانیه 357 نفر هم این گفته شده و به نظر یکی از نقاط مهم و مثبتش است و یک مثلا رابطه ای که این دو با هم دارن، این یک حلقه مهمی از این رابطه است. شما اشاره کردید به این خواستا، ولی این معلم ها در بیانیهشون گفتن که به همون دلیل اعتراض دارن و اعتصاب میکنن که اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی به خاطرش اعتصاب کردن. شما به یکیش اشاره کردید، این موارد دیگه چی بوده که اینا به خاطر همون دارن اعتصاب میکنن؟ ببینید بهشتی لنگرودی هم اطلاعی داده و اعتصاب قضاشو اعلام کرده و از مدتی قبل از اعتصاب قضا این دو نفر شروع کرد اعتصاب قضاشو. منطقه اون بیانیه ای که بهشتی داده بیشتر در رابطه با مثلا بیانیه سلطه در دفاع از فعالیت های برحقش، فعالیتش در دفاع از جنبش معلمان و مبارزه برای خواسته معلمان، ولی بیشتر یک نوشته شخصی است، یک بیانیه شخصی است که پرونده خودش رو مطرح کرده و گفته کلا این مراحل رو گذروندیم، این فعالیت ها رو میکردیم و من جرمی نکردم و عدالتی نیست، اعتراض کرده به حساب به حکمی که برایش دادن، چون 14 سال در دو نوبت 14 سال محکوم شده و علیه این صحبت میکنه و به این معنا یک کیفرخواستی علیه پرونده ای که برای بهشتی ساختن. بیانیه ای که عبدی و عظیم‌زاده دادن خواستای اساسی رو مطرح میکنه، فقط پرونده شخصی نیست، اصلا به پرونده شخصی زیاد اشاره نمیشه، بلکه به خواست جنبش و معلمان کارگران از جمله اضافه دستمزد، اضافه حقوقها، حق آزادی تشکل، آزادی زندانی سیاسی، همونطور که گفتم خواست مهمش اینکه این اتهام پوچ اقدام علیه امنیت ملی باید از پرونده پاک بشه، چون ما میدونیم زندانی سیاسی رو به این بهانه با این توجیه دستگیر میکنن، زندانی میکنن، شکنجه میکنن، حتی اعدام میکنن و الان این خاص مطرح شده و یک شکل مشخص دفاع از آزادی بیان هست، در واقع یک شکل مشخص دفاع از آزادی اعتراض، آزادی اعتصاب، آزادی تشکل هست، وقتی که میگن این بهانه باید پاک بشه. این رو در نوشته این دوستانی که تومار رو امضا کردن، این 357 نفر هم میبینید، ولی همینقدر اشاره میکنن این بیان عمومی که ما از به همون دلایلی یا به همون به خاطر همون مواردی اعتصاب میکنیم که بهشتی و عبدی دست به اعتصاب قضا زدن، خب عبدی بحثش متفاوته، بیانیش متفاوته، یه بیانیه عمومی اعتراضی هست در دفاع از معلمان و کارگران علل عموم و زندانیان سیاسی. نوشته ای که بهشتی منتشر کرده در دفاع از پرونده خودش هست و رفع اتهام از خودش، که هر دو برحقن و هر دو قابل حمایتن، ولی این تفاوت رو داره و این تومار در یک شکل عمومی میگفته از هر دو
حمایت میکنیم. بسیار خوب. حمید تقوی، وقت زیادی از برنامه‌مون باقی نمونده، فقط در آخرین سوالی که خدمت شما دارم این است که نظر شما و توصیه شما کلا در رابطه با ادامه و پیشروی این حرکت های این گونه حرکت های اعتراضی که حالا ما ابتکارش هم دست زندانیان سیاسی بوده است چی است؟ چه توصیه‌ای دارید به برای پیشرفت این حرکات اعتراضی؟ من همونطور که قبلا هم توضیح دادم، به نظر من این بیانیه‌ای که عبدی عظیم‌زاده دادن نقطه شروع یک حرکت خوشبختانه وسیعی شده. الان همونطور که شما هم در مقدمه گفتید، تعداد زیادی از تشکل‌ها، نهادهای کارگری، بخشی از پرستاران، بخشی از معلمان، بخشی از کارگران در بخش‌های مختلف، حتی زندانیان سیاسی، زندانیان عادی اعلام کردن به طرق مختلف علنی با اسم و رسم اعلام کردن که از این خواستا حمایت میکنن و دفاع میکنن از این بیانیه. و از این نقطه نظر به نظر یک حرکت مثبتی اتفاق افتاده در جنبش کارگری، در جنبش معلمان، در جنبش دفاع از زندانیان سیاسی که باید از هر جهت تقویتش کرد، حمایتش کرد، حتی در سطح بین‌المللی منعکس کرد، برایش حمایت جهانی کسب کرد. و به خصوص در داخل ایران فعالین، تشکل‌های معلمان، کارگران، تشکل‌های دفاع از زندان سیاسی، تشکل‌های دفاع از آزادی بیان، از حق تشکل، از حق اعتراض، اینها همه باید به نظام بسیج بشن در این حمایت کنند. اینجا فقط این نکته رو بگیم، باید تاکید کرد که اهمیت و نقطه قدرت این حرکت اعتصاب قضا نیست. اعتصاب قضا یک شکلیه که تازه قابل اجتناب بود حتی برای زندانیان سیاسی، ولی در حال یک شکل اعتراضیه که توجه ها رو جلب کنن. منتها توجه ها باید به مضمون این جلب بشه و حمایت باید از مضمون این بیانیه ها شکل بگیره. به خصوص بس دادن اعتصاب قضا به خارج از زندان دیگه کاملا بی‌معنیه. به انواع اقسام مختلف به شکل‌های امروزی، مدرن، مترقی، رادیکال میشه از این حرکت دفاع کرد. توصیه من، فراخوان ما این هست به همه فعالین جنبش‌های اعتراضی در ایران، جنبش‌های برحق اعتراضی، که از این حرکت علناً دفاع کنن، به اون بپیوندن که واقعاً بتونیم جمهوری اسلامی را در رابطه با سرکوب و اختناق و دستگیری و بگیر و ببندی که همیشه علیه فعالین جنبش کارگری و معلمان رفت، کلن فعالین عرصه‌های اجتماعی به کار برده، از این زمینه ها عقب برونیم و یک گام بزرگ به جلو برده. بسیار خوب حمید تقوایی، تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو به برنامه نگاه روز دادین. من هم تشکر و تشکر میکنم از شما بینندگان گرامی به خاطر توجهتون به این برنامه. ساعت و روزهای خوشی را برای شما آرزو میکنم.